سلام، ممنونیم از نگاه پرمهرتون، از استقبال بی‌نظیر و کامنت‌های دلگرم کنندتون. همین ابتدای برنامه لازم چند نکته رو عرض کنم. نکته اول این که چیدمانه قدم اول از یک مسیر طولانی رو برداشته، پس به حمایت‌های بیش از پیش شما برای بهتر دیده شدن قطعاً نیاز داره. نکته دوم، چیدمانه هیچ گونه الگو برداری از برنامه‌های داخلی و خارجی نداره، پس با پیشنهادات شما در صفحه مجازی برنامه روز به روز به سمت بهتر شدن قدم برمی‌داریم. نکته سوم، قرعه کشی جوایز چیدمانه. ما در پایان وقت مقرر شده شرکت در مسابقه هر قسمت، یعنی 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید، به صورت نرم افزاری قرعه کشی می‌کنیم و شما در ابتدای قسمت جدید نحوه قرعه کشی و نتایج اون رو می‌بینید تا از صحت و سقم اون اطمینان حاصل کنید. این رو هم اضافه کنم که چیدمانه فقط یک شوی نمایشی در قالب مسابقه است که شما از دیدنش لذت ببرید. هرچند تلاش میکنیم تأثیر مثبتی در نگاه شما به چیدمان منزلتون هم داشته باشیم. چیدمانه یعنی تغییر، چیدمانه یعنی تنوع برای بهتر دیده شدن. پس بریم سراغ قرعه کشی چیدمانه. اولین برنده بن تخفیف 20 میلیونی از مبلیران. بریم سراغ برنده دوم. و قرعه کشی آخرین برنده خوش شانس چیدمانه. امیدواریم شما هم یکی از برندگان قسمت بعد باشید. خب، قسمت هشتم رو دیدیم که چه اتفاقات و چالش هایی رو شرکت کننده هامون متین ستوده و باربد بابایی پشت سر گذاشت. در ویار اونچنان عمل کرده خوبی رو متین به نمایش گذاشت که شخصا به تیم ملی تیراندازی دعوتش می‌کنه و اما در خوانندگی واقعا قدر بودنشون رو اثبات کردن و صحنه رو به آتیش کشیدن تا هممون لذت ببریم. داورهای محترم و شما بینندگان گرامی هم شرکت کننده های عزیزمون امتیاز دارید که امتیاز کسب شده در برنامه 893 و میانگین جمع امتیازات ارسالی شما مخاطبین عزیزمون 851 که جمعاً میشه 1744 امتیاز. فعلا با متین و باربد خداحافظی میکنیم تا ببینیم قسمت جدید چه کسانی با هم همتیمی میشن. میخواست یه مغازه وجود داشت، میرفتم بهش میگفتم آقا یکم ثروت داری، یکم صلح داری، محبت داری به من بدی. اصلا هرچی چیز خوب بود کاش تو اون مغازه بود. همه اینا رو میخریدم میبردم هر جا که لازم بود پخش میکردم. مثلا ثروت رو میبردم بین بچه های کار تقسیم میکردم یادشون نره بچگی کنن. یا مثلا صلح رو میبردم
جایی پخش میکردن که جنگ خیلی بود. محبت رو میبردم تو خونه سالمندان. یادمون نره چقدر به همون محبت کردن پدر و مادرم. خلاصه هر چی چیز خوب بود میگرفتم میبردم جایی که لازم بود پخش میکردم. قشنگیش میدونی چیه؟ قشنگیش اینه که این مغازه ها رو از دلای خودمون شروع کنم. سلام، من مریم مومن هستم، اینجا چیدمان است. خیلی ممنون که ما رو تماشا میکنید. مرسی از استقبال گرمتون، ممنون از پیامکایی که بر ما میفرستید. طبق روال ما امروز هم دو تا شرکت کننده داریم که تشریف میارن، با چالش ها روبرو میشن و طبق امتیازی که کسب میکنن خونه خامی که در اختیارشون رو چیدمان میکنن. اما باید حواسشون باشه که امتیاز بالایی کسب کنن، بتونن بهترین چیدمان رو داشته باشن و امتیاز سیفشون هم باقی بمونه تا بتونن برنده جایزه اصلی بشن. خیلی ممنونم که ما رو برای تماشا انتخاب کردین. سامانه پیامکی 90989 در اختیار شماست. بریم ببینیم شرکت کننده های امروز برنامه چیدمانه رو درست حد زدین یا نه. دمتون گرم، بریم یه شروع جانانه داشته باشیم. بله، من میدونم که حد زدن خیلی ساده شده. تعداد شرکت کننده هامون دیگه رسیده به غایت و نهایت، 4 نفر، و خیلی راحت میشه حد زد. برای همین به وفور تعداد شرکت کنندگان در مسابقه چیدمانه زیادتر شده، شانس انتخاب شما هم قطعا پایین تر میاد. ما خوشحالیم از اینکه بیننده هامون بیشتر شدن و البته حدس شما شانس شماست. اجازه بدید ببینیم کدام خانوم انتخاب شدن برای قسمت 9 چیدمانه. بله، مهیا دهقانی. خانم مهیا دهقانی بازیگر توانمند سینما و تلویزیون. اما کدام آقا همراه او خواهد بود؟ بله، بازیگر، بله بازیگر کمدی تقریبا. حالا بازیگر خیلی خوبه ایران که توی مافیا هم خوب درخشین، در پدرخوانده آقای میثم درویشانپور. میثم درویشانپور، خانم مهیا دهقانی، هر جفتشون آدم های باهوشی هستن. من از نزدیک باشون مافیا بازی کردم. ببینیم اینجا در چیدمانه چجوری از پس چالش ها برمیان. ببینید و لذت ببرید و بعدش هم آره کشی قسمت آخر و دیگه حدث خیلی ساده شما. مهیا دهقانی به نظرم بازیگر خیلی خوب و آینده دار و خوش سیما. میثم درویشان قطعا دل بزرگی دارن که میتونن مردم رو به راحتی بخندونن و استنداپ کمدین بسیار خوبی هستن. ببین جذابه. خیر، اولین بار. ولی الان اولین همکاریمونه. به شدت من همیشه آرزوم این بوده که و هست که مردم شاد باشن، بخندن، خوشحال باشن. مردم، خب منم از مردمم. بله، یه وقتی رو مخم هست، یعنی این شناخته شدنه رو مخه، ولی هیچ ربطی به مردم نداره، اون به من مربوطه. تفکرم و روابطم و نگاهم و حتی زیستم هم تغییر داد. خوبه، اتفاقا حضور یه خانم تو چیدمان خیلی میتونه تأثیر داشته باشه دیگه، مخصوصا چیدمانی مثل چیدمان خونه و اینا. خودم هم سلیقه‌ام خوب، البته تو چیدمان اخلاق خوبم، واقعا زودجوشم، مهربونم. اینه که مدیریت بحران خیلی دارم، یعنی تو لحظه‌ای که بحران وجود داره خیلی تصمیمات درستی میتونم بگیرم. صبورم هستم، چقدر تعریف کردم خودم. اخلاق بدم هم گوشی زیاد، خیلی زیاد، یعنی اینو بتونم ترکش کنم دیگه هیچ اخلاق بدی ندارم. ایشالله، ممنون از شما. ها؟ یعنی از صمیم قلب چشات برم. نمیدونیم چه اتفاق قراره بیفته، ولی پرچم رو کنم اصلا هر چی باشیم خواهیم بریم بهتری کنم.
خوش اومدید. میدونم شما سرما خوردید. من سرما ببخ. خیلی مبارک باشه. چی؟ هایپر کالا نزدید مگه؟ هایپر اکتیو نه فروشین از اینا. اسیر شدیم پس یعنی از همین حالا اسیر شدیم. خیلی خوش اومدید. نه هایپر کالا گفتم. هایپر اکتیو. ببخشید. بعد متوجه میشید چرا؟ اسم گروهمونو بگید. اسممونو بفهمید متوجه میشید. بفهمید میرید. بله بله ببخشید. میکنم این مسابقه خیلی جذاب بشه. چه نیزی؟ خیلی خوش اومدید. متشکرم. مرسی از دعوتتون. اسم گروه انتخاب کردین؟ بله. شما میگین. همین یه دقیقه پیش گفتم بعد اسم انتخاب کنین. خیلی سخت بود. خب. ولی در نهایت انتخاب کردین. بگو دیگه متو. بگو. نه. به خدا اگه بگم. شما بفهم. متو. متوپت. 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 متوپت نه. پت به لوری یعنی دماغ ونی متوپت. متو. چی لوری نمیدونی. اصولا پتومت. نه نه. پتومت خنگن. متوپت خیلی باهوش. اینه ما. استراتژی آقا به افتخارش واقعا عالی بود. دمتون گرم. دست بزن دیگه برای خودتون. خیلی خوش اومد. قشنگه دیگه. آره متوپت. شیرازیش میشه متوپتو. متوپت. لوریش هم بوده پت چه میشه؟ دماغ؟ پت. پت دماغ میشه. خیلی خوب. اون بعد پت. پت. نه اون پت نه. پت. من یه توضیحی راجع به کلیت مسابقه بدم. شما در بد و ورود 500 امتیاز از من هدیه میگیرید. آقا دیگه چی میخواین از این بهتر؟ جدی؟ همین الان 500 تا دارین. بله من رفاقتم با شما تکمیل کردم دیگه. همین جوری که اومدیم اینجا 500 امتیاز دارین. اون 500 تا من 500 تا خانم یعنی چی گروهیم با هم خوبه دیگه. باشه خب گروهم باشیم دوشون شما همین 500 تا میگیرم بازی در نیار. اخلاق مریم مؤمن که سری قاطی میکنه همیشه هم گفتیم همون 500 تا. بله همون 500 امتیاز. شما با چالش‌های ما روبرو میشین و امتیاز کسب میکنین و طبق امتیازی که کسب میکنین باید سعی کنین بهترین چیدمان رو داشته باشین چون داورا و مردم به شما امتیاز میدن. قطعا خوش سلیقه ایم. قطعا. امتیاز رو بذار من اول امتیاز مردم رو بگم. دوستان عزیز اولی اونایی که منو دوست دارید خب قطعا به من رأی بدید که اونایی که منو دوست ندارید به خانم بگم. مهیا جون اصالتا کجایین شما؟ من اصالتم سمت پدری لور هستم. لور خوشه میدی سرافرازمون کردی. خیلی ممنون. خیلی خوش اومدی. به افتخار شما و همه لورای عزیز من از بند خفن عزیزمون خواهش میکنم که یه آهنگ لوری بنوازی. خیلی ممنون. خوش اومدید. قدم سر چشم ما گذاشتین. شما بلدی؟ بله. البته شما یه بار اومدی شهر ما. بله. من فیلمم اونجا بازی کردی. بله. من در جریان. بله. چی امارات بودی؟ بانوی امارات. بانوی امارات. بله. به افتخار شما و همه قزوینیای عزیز بنوازید بچه‌ها. مرسی. مرسی. ببینین چه بنده خفنی داریم. اینجاش دقیقاً جایی بود که باید میگفت شب بود زمستان بود همه یخ کرده بودی. فشل قلی پور دمت گرم. همه بچهای پشت صحنه و شما خواهش میکنم به افتخار بندمون یه کف بلند سر بزنید. خیلی انرژی. سود آزاده. بله برای شما آزاده. خیلی انرژی. بچه خیلی ممنونم. بریم ولی معرفی داورا رو ببینیم و بیام. صمد سلیمانزاده یکی از سازنده های قدر پروژه‌های ساختمونی که با وجود لبخند آرومش توی امتیاز دادن خیلی سخت گیره. سروناز شریفی مهندس معمار و آرشیتکت با تجربه که توی کارش خیلی جدیه.
و به جزئیات چیدمان شرکت کننده ها توجه خاصی داره. ایمان خدابخش، مدیرعامل اپلیکیشن آقای املاک، که با وجود نگاه تیزبینش توی امتیازدهی دست و دل باز. موافقید یه سلام علیکی با داورمون داشته باشید؟ بفرمایید. سلام خدا قوت. ارادت. مخلصین. سلام علیکم. مخلصم. بله. امتیاز. خانم دهقانی، آقای درویشانپور، سلام عرض شد. سلام و درود با آرزوی موفقیت. سلام عرض میکنم. خوش اومدین. خیلی ممنون. دوباره میایم پیشتون. بریم سراغ اولین چالش. پر انرژی کلی سورپرایزتون کردیم، اصلا انرژی به خرج دادیم، 500 امتیاز هم اینجوری ناقابل دادیم به شما. بله فقط بگی اگر که آیتما چیه خانم. چقدر شما عجولی، هفت ماه به دنیا اومدید. نه همون مهمه. اوه شروع شد. ایشون آویدونن. بله ایشون آویدونن، هر بار با یه گریم و لباس میان. به کی آویدونن؟ نه میگم بهتون. خیلی بابا دمت گرم، خیلی انرژی میذاری، خیلی هزینه میکنی، این بار با اسب. دمت گرم. راه طولانی بود نمیتونستم پیاده بیام. به من بگو برادرت اسمی طلای منو کجا گذاشته و زود برگردم. دونات؟ نه منم همین فکر رو میکردم. ولی دیوونه پول داریه با اسمی. من امروز تکلیفم رو باید با ایشون روشن کنم. از شما عذرخواهی میکنم، مجبورم تمدیدتون بزنم. این قاطیه خانم. این قاطیه هست. گفتم بگو اسمیت کجاست. و دست بردار. میگی یا یه گوله تو مغز پوکت خالی کنم. اینجوریه؟ آره. آقای جانسون خواهش میکنم به من رحم کنی. اسمی تافنی تلا گرون شده، همه رو برداشت با خودش برد. ای اصلا هرچقدر اصرار کردم حرف منو گوش نداد. جلو چشماشو خون گرفته بود. اصلا تا حالا برادر همه رو دیگه ندیده. برادرت؟ من یا اون؟ تو نه، برادرم اسمی اسمیت. ما با هم دیگه طلا رو از بانک زدیم. اسمیت قزمیت منو قال گذاشت. ببینم اروفا کجاست، یه چیزی برای این زبون بسته باید بدیم بخوره. مایی میخوای بمونی؟ چه؟ منظورم اینه که منظور چیه؟ اسمیت هرچی علوف تو استاب بود برداشت با خودش برد، برد بر اسبای خودش. آخه اونا علوفه خالی نبود که، ما دلارا رو که بانک ملی زدیم گذاشتیم لا علوفه. ای اسمیت خوشمت، ای اسمیت خرخرت می جان گیرت بیانم پسر. آخه دلارا رو چرا؟ چرا دلارا؟ احتمالا آمار گرفته، دلار گرون شده. گرون شده؟ تو منو دست انداختی، داری با من بازی میکنی؟ نه لطفا به من رحم کن. همیشه همینجوری باش ماریا، همیشه. چی؟ چی؟ رونالدو داوینچی. میدونستی اگه برادرت اسمیت نبود الان 4-5 تا بچه قد و نیم قد دور برات وول میخوردن و میگفتن ماما مریا، ماما مریا، ماما مریا. چه خوش اشتهام است. چی گفته؟ راستش آقای جانسون من نمیدونم چجوری باید شما بگم. باید بگو. وقتی شما بگید من با جورج نوزد.
خارجو خارجی اصله فروش آخه چرا ماریا؟ چرا؟ بگو که دروغ گفتی، بگو و الا یه گوله تو مغز خودم خالی میکنم. خیلی خب بابا دروغ گفتم. اسکول گیر آوردی؟ آره. نه چرا؟ نه اسمیت مجبورم کرد چون اسمیت یه مشت دلار به جورج بده کار بود، مجبورم کرد جواب بله بده. اصلا یه مشت؟ خاک تو سر اسمیت که دلار رو زده بودی میرفت یه مشتشو میداد به جورج میرفت پیک. چی دارم بگم من سر کار گذاشتم. نه دیگه دیر شده بود، اسمیت همه طلا و دلار رو با خودش برداشت و باز همیشه رفت. اسمیت لعنتی. خیلی خب حالا کجا رفته؟ چهار استانبول. چه؟ چهار راه استانبول. ای بابا اونجا تر ترافیک اسب نمیذاره من برم. کم کردی؟ برات اسب آوردم. چی شده؟ چی چیه؟ این که اصله هست. برادر من برای همیشه رفته، شما میخندی؟ نه، اون پره. چی شده؟ خوب شد زود شناختمت. همه اینا یه نقشه بود. نقشه چیه؟ مومن بابا بی خیال، منم دیگه آویدون. نقش، اسب، بازی. تو یه کلاشی. کلاشون داداش دلار خره. هی! جان تو حق نداری به برادر من اسمی توهین کنی، میفهمی؟ آها، توهین که نکردم، میخوام بگم دلار که قیمتش میاد پایین احمق دوباره میره میخره. یعنی اینقدر چی دارم میگم؟ شما خوبی؟ از همون بار اولی که دیدمت فهمیدم اصلا آدم قابل اعتمادی نیستی، برای همین به جواب بله ندادم. مریم، مریم اینجا از سیبیرت خجالت بکش. آه ببخشید مریم، مسارت میخوام. همین الان برو سوار اسبت شو، برای همیشه از اینجا برو، وگرنه یه گلوله تو مغز پوکت خالی میکنم. فهمیدی؟ فهمیدم. میرم ولی قلبم رو همینجا جا میزنم. میری یا برادرم اسمیتو صدا بزنم؟ اسمیتو که دیگه باشه دیگه. آروم باش. من رفتم. اسمی ایما خدا، اسمیت حالا نمیخواد به اسمیت، اسمیت داریم نگه اصلا. اونا هم مسلحه، اونا هم به جای یه گلوله دو تا گلوله تو مغز و پیکت میره. نه مثل اینکه تو بهت نمی کنی. لا اله الا الله مریم، بلام کن، من دارم میرم. رفتم، اونا بگیر پایین پره. گفت ازت منتظر اسمیت بود بیا داره. آره دیگه دیگه نمیای اینجا ها. نه نمیام دیگه، اون پره ها. دیگه نمیای یا برو پی زندگیت برو، وگرنه جدی میزنم. برو چش برو. بسو یه ذره فرمونه سخت گواینام اما نایمده هنوز. میرم الان. آقای جانسون ممنون بابت تفنگ. قربونت ماریا. دست بالا بچه ها. من خیلی مرمون شما بسیار بازیگر خوبی هستیم. شما فقط اون سال اسلحه رو بر بگیریم. آخه این هر بار اینجا می... اینجاست. هر بار اینجا می... اینجاست. اینجا کابویم حالا از اون بال مالا، جذاب و خطری همه دست و بالا. میگن هزار دلار جای دیگه سرمه، میگم برو آقا جون کلان تر خرمه. تو با اون تیر نگاهت میزنی بنگ بنگ، تو رو به دست نیارم میکنم جنگ جنگ.
دوستیدی قلبمو میدونی پای تو بندم، نزنی تیر خلاصو توی این قلبم، تو با اون تیر نگاهت میزنی زنگ زنگ، تو تو رو به دست نیارم میکنم جنگ جنگ، دوستیدی قلبمو میدونی پای تو بندم، مثل لیلا نشی نمونی میتره که قلبم. نترس از این تفنگم، خودت میدونی چوبه، ولی عشقم به تو واقعی رنگ غروبه، به خاطر نگاهت همه دنیا به شستم، یانگ سر خفن شهر عامل زیر دستم، تو با اون تیر نگاهت میزنی زنگ زنگ، تو رو به دست نیارم میکنم جنگ جنگ، دوستیدی قلبمو میدونی پای تو بندم، مثل لیلا نشی نمونی میترکه قلبم. آلی بون برو. رفتم ماریا، رفتم برو بریا. چیز هزینه میکنه نه؟ خدا حافظ. خب رسیدیم به اولین چالشمون. اولین چالشمون میدونیم چیه؟ خیر. هایی اصل هر بزنین زن بعد. میدونی یه توضیح. میخوای هر کاری بخوای. اولین چالش ما بافتنی. من که اصلا من ملیل دوزی منجوق عالیه. چالش بافتنی. توی این چالش 500 امتیازی مجری برنامه یک کلمه رو اعلام میکنه و مهمونای برنامه با توجه به معنی اون کلمه داستانی رو شروع میکنن و با ورود کلمه دوم داستان رو به سمت و سوی کلمه جدید میبرن و همینطور ادامه میدن تا کلمات به پایان برسه و داستانشون رو به سرانجام برسه. پس بریم اول جعبه ها رو انتخاب کنیم. آماده این؟ ما که قطعا ما جعبه شماره 1, 2 یا 3 افتخار ستامون میخوای سه رو میخوام. دم شما گرم، مرسی که منم حساب کردید. جعبه شماره 3 الان کلمات نبینی این ور نه با ببینی؟ نه آقا الان من خودم اعلام میکنم بهتون. اول اولی شدی صاف طلب یکی شروع کنم. بله شما شروع. میمون. یک روزی میمونی بالای درخت میرفت و برای خود داشت فکر میکرد. تو نه داشت برای خودش من کلام کرد. آها شما کلام کرد. اینقدر باید بگی بله تا من کلام رو بگم. برای خودش داشت فکر میکرد. شکست عشقی خورده بود و میخواست خودکشی کنه. قریحه میخواست خودکشی کنه. یه دفعه قریحه شعرش گل کرد و شروع کرد. بعد یه خود راحت‌تر و خودمونی‌تر فکر کردم باید که نداره ده. اگر درست برن پلنگ. در این میان پلنگ میمان را بالای درخت میمان میمان را بالای درخت دید و دید بسیار در غصه خودش قوته برست. خیلی ممنون. مبرهن نمیخوره. در قصه خود قوتور است و برایش مبرهن شد که میمان عاشق است و برای عشقش میخواهد ملاقه. و فکر میکرد میخواهد برای عشقش یک ملاقه شعر بسود بسراید. من ناگهان فقط پرید و ناگهان الان رو چیز بودی؟ و ناگهان پلنگ پرید بالا و میمان را بغل دیگه تا تش میمان مون آقا بغل کرد و رو بغل کرد و از درخت آورد پایین که و در آن لحظه که انحطاط بله در انحطاط بودن داشت انحطاط اتفاق می
در اون لحظه که در انحطاط بودن، در حال انحطاط بودن، منظورم پلنگ گشنش میشود و میخواهد میمان را بخورد. اوه. آره دمپایی با یک دمپایی محکم به سر سه چهار دفعه به سر میمان کوبید و میمان بیهوش شد و آرام آرام آفتابه تون تون بیهوش شد. ناگهان چشمش به آفتابه خورد و خوب جمعش کرد. آره چشمش به آفتابه خورد. در آن لحظه گول چراغ جادو از آفتابه بیرون آمد. ادامه بدیم. بیرون آمد و از او سوال پرسید. برهه. در این برهه از زمان چه میخواهی؟ آفرین. پلنگ گفت چیزی جز همین میمان که میخواهم بخورم نمیخواهم. ازل. از ازل تا ابد اگر من این میمان را بخورم هیچ آرزویی ندارم. آخه درسته. درسته برو. هیچ آرزویی ندارم. قول چراغ جادو بهش گفت میتونم یک آرزوی دیگه رو برات برآورده کنم. و اونم اینه که اگر بتونی این آفتابه رو ورداری و باهاش میمون رو بشوری یه نیمرید دبش برات اینجا میندازم توی کابه که بزنی جا میمونه. یعنی میمون نخور، بیا این نیمرویی که من برات درست میکنم و بخور. تمام شد. دمتون گرم. بازنش خیلی با حال رفتیم جلو. ما چیز داخل انحطاط بودم. خیلی ممنون. انحطاط یعنی فروپاشی. فرود افتادن و سقوط هم معنی میده. درسته؟ میتونه باشه. یعنی تو جمله ممکنه باشه ولی در اصل معنیش فروپاشیه. بله. ولی معنی داره. بریم ببینیم داورامون چه امتیازی دارن. خدا وکیل دیگه داورا مت و پت. نه اشتباه گفتی. مت و پت. نه راست میگی. الان مت و پت. دوباره پیش من ایمان خان. مت و پت بازی دارم. من باشم. برمیگردم مشکل. خوب بودین. من چی بابا؟ من چی بابا؟ چی بابا؟ نه فهمیدم ولی خوب بود. خیلی متشکریم از درویشان پور عزیز و سرکار خانوم محیا به خاطر حالا اجرای بعدشون اجرای خوبشون من عذرخواهی میکنم رفیقمونم بالاخره امتیازی که داوران دادن 340 هست. ممنونم. امیدوارم که بتونن با 340 امتیاز خرید خوبی داشته باشن. امیدوارم ان شاء الله در حقشون اچاف نکنن. برن بریزه پاش کنن دیگه. 340 اولین بخش چیدمان مزه انتخاب پارکت و کاغذ دیواری. بریم انتخاب کنیم. بله قطعا دیگه اصلا چالش دیگه ای که نیست فعلا. نه الان از اینو بردم. بله شماره یک دو یا سه. من چون پارکت قهوه‌ای رو دوست دارم من فکر می‌کنم حالا شما می‌خواید نظر باشه. آره. دو پارکت و کاغذیواری شماره دو. پس رنگ قهوه‌ای رو خیلی دوست داشتی. آره بریم کابینتاتون هم انتخاب کنید. بله کامل میشه تصویر مشاهده می‌کنه. اصلا اون که قهوه‌ای هیچی. نه نه اتفاقا الان پارکتش چوبه. اونم آره قشنگه. دو به نظر من دو. بله سیاهه سفید مشکیه. بله نه سیاه. کابینت شماره دو. خب من ازتون خواهش میکنم طبق این نقشه‌ای که توی تبلت هسته شما جانمایی کنید کدوم دیوارتون چه رنگی باشه. کاغذیواری و پارکت و کابینت اینا جانمایی کنید. بله تا دوستان جانمایی میکنن چیز وسایل میدید دستمون بریم تو کاغذیواری بچسبونیم. آقا اختیار دارید اینجا ما میزنیم اون خودش میچسبه اونجا. نه تا دوستان جانمایی میکنن و بچه‌ها جانماییشون اجرا میکنن اینجا بریم یه بخشی ببینیم. ببینید ماشین رنگ کردیم متال یا پیغمبر یه دونه پیت مخورد دور خودش پیت به غزونی یعنی پیت. بله رسیدیم به بخش جذاب وی آر. میدونی که وی آر چیه؟ بله چیه؟ واقعیت مجازی. چرا فهمیدیم؟ چون همه اشتباه میگفتن بازی کردم وی آر میگفتن. بله
مهیا جون کل امتیاز این قسمت رو شما باید کسب کنی یا میدونی که من؟ بله بخش بعدی ویاره که متعلق نیست کل امتیازش معروض بخواهیم بفهم بله جعبه شماره 1، 2 یا 3 نمیدونم هر کدوم چون بخش معروض به شماست دو بفهم این دو ماشه سواری بله راهندگی چطوره مهیا؟ خوبه سلام داره خدمت سلام من هم خدمتشون درسته جریمه ها چطور هم تصادفا؟ درسته خواهد جریمه بکنم راهندگی تشکر از من حقوق کارمنداشون ایشون هم برداخت بکنم خیلی مقدم و تصادف هم دوبار شاخ به شاخ یه بارم که خواب بودم خلاف تقصیر تو یه بار دیگه جعبه بیایی تقصیر تو دمت گرم که صادقانه میگی به افتخارش مقصر بودی من؟ آره خودش میگه خودش میگه میخوای جعبه رو عوض کنی؟ نه نه هیچ راهی نداره نه شایست میگه شاخ به شاخ ولی امیدوارم که نه آخه روی ما خانوما رو سفید کن چش حتما انشالله من هم چی دیگه همین واسم نگاه کنم شما اصلا هیجان و جذابیت و بامزگی دوست داری یا نه؟ بزنه آره دیگه چرا که نه آره خب پس میگم اومدیم اینجا خوش بگذره دیگه پس میگم بریم بچه ها آمادشن برای اینکه بخش هیجان انگیز وی آر رو اجرا کنند امیدوارم که امتیاز خیلی خوبی کسب کنند چون باشون خیلی به من خوش میگذره بریم آمادش بریم آمادش چرا اینجوری باز داریم؟ ماشین نمیشه هست آقا من موتورم هم خوبه یعنی؟ دو تا شاخ به شاخ زده بودی ماشین هم خوبه با ماشین تک چه هم میزنه اعتماد به نفسش خوبه یس چالش وی آر یا واقعیت مجازی تو این چالش سیسر امتیازی مهمونای برنامه بر اساس انتخاب شانسی جعبه های بازی با زدن اینکه سبودی به چشمشون وارد بازی میشن و باید به تناسب هر بازی امتیازات لازم رو کسب کنن و بازی رو به پایان برسونن فقط آماده ای؟ آره فقط این فرمش خیزه سفته فرمون اون یکیه اون کوچیکی هست اصلا بازی جزئی نداری؟ یه چیز دیگه این باختم کله هم بزنم بری خودم خودم بکشم نه گیم آمیش بازم اوی آماده ای؟ دنبال بوه میگشت مهیا جان 300 امتیاز داره برده شماست هر اشتباه هر خطا هر تصادفی 50 امتیاز از شما کم میکنه میشه 300 امتیاز داره هر جا بزنه در و دیوار یه دونه 50 تا یه امتیازی امتیاز کم کنه میشه تصادف میشه دیگه آقا من بپیشم جاده نفی میشه کنم شما یه کار کن ماشینای دیگر رو ول من سلام عرض میکنم خدمت کسایی که خانم دهقانی باشون تصادف کردن خانم دهقانی فوش دادن بوغ زدن براشون بوغ نداره بوغ نداره حیف شماره کارتتون رو به زیرنویس ارسال بکنیم و خسارتتون رو پرداخت میکنیم آقای درویش خانم میشه شما هم گزارش کنیم به 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 جدی؟ بله. فقط استرس به من نده خب دست دادن گزارش یعنی استرس دادن اصلا آره. تو گوش نده من خیلی استرسی آماده اید آره. با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در خدمتتون هستیم با گزارش مسابقات رالی از مسابقات رالی بین المللی و جهانی با حضور همه خانم های دنیا و شرکت کننده از کشورمون سرکار خانم مهیا دهقانی تشکر میکنم از خانم مریم مومن با ما همراه بودن خداحافظی میکنیم از حضورشون در خدمتشون هستیم بله دیگه گزارش رو در کنار خانم مومن گزارش رو ادامه میدیم با بیجا کنیم من دیگه گرفتم سیستم عزیزم شروع کن آقای درویش من خدا اینکه گفتم هیچی آقا میکروفون رو ندید اجازه بدید از پخش بریم به سمت مسابقه زمین فوتبال میشه اینو میگن چی جاده مسابقه آره من اجازه همکارانم میفهم بله بذار شروع کنه بله بله خب چیز مهمی نگفتن همکار شما بیا اینجا وایس مسابقه رو گزارش کن یه موزیک هم داره آفرین برو کلا این خیلی خوبه گوشی منو اگر دوستان تو اصلا به من گوش نده ها آقا مدل های مختلف گزارش کنی شکلی امتیاز نمیدی گزارش کنم آیا بیننده ها امتیاز ممکنه بدن به خاطر اینکه شما اینقدر جذاب اونا که اصلا دمتون گرم اصلا هیچ چیز آخه امتیاز اضافه ای نداریم امتیاز این بخش از دست خب میبینیم که دستکش های قرمز و سفید رو در دست گرفتن دنده یک میره برای حرکت 7-8-10 تا ماشین عقب هست عالی شروع میکنه مسابقه رو یه پیچه به سمت چپ گازوور آها اصلا مهم نیست مدل های مختلف عوضش کنیم
مدل های مختلف یعنی چی؟ با لحجه خودتون، با اصالت دارم. نزمینی بگم؟ نزمینی بفرمایید. مسابقه را بسیار عالی با یه دونه ماشین بیرنگ شروع میکنیم. بادای لاستیک، همه اندازه تنظیم، روغن تازه عوض کردیم، چاشاخ گاردان نو از خارجی گرفتیم از نمایندگیش. ببینید ماشین رنگ کردیم متالی. یا پیغمبر یه دونه پیت مخورد دور خودش. پیت به غزوی یعنی پیت شده. برو دیگه. به ماشین میگه برو. احساس میکنه که ماشین. ولی عجب گزارش میکنه های دربیشان بود. با هیجان آره. ایشان با این رانندگی که کرد روی هر آدمی که میفرماید خانم ها رانندگان خوبی نیستن بله سفید کرد. لعنتی. نه روشن کم کرد واقعا. ایشان خوب داره. این یه دنه ماشین جلوش دارد اذیت میکند. ریز میخواد از سبقت بگیرد. اون گاز ها گرفته است. مریا جان سرعت دقت و اینکه شما تصادف نکنی خیلی مهمه. یعنی کاری هم خیلی مهمه. حواست باشه. چون میرد قطعی باقالی ها من چرا دیم بر نمیگردم به لحجه تهرانی. برای داریم ادامه میدیم. اون وسطیه ترمز از اسمش. اونی که اون وقت هست اسمش ترمز است. یه وقتی ازش استفاده کن. به هر حال فقط گاز که نیکه. حالا اینجا اون که میخواست صفت میگرد نداره صفت میگرد. اون هیچی ترمز دارن تیز گاز میدهد. مرد خانوم دهخانی سرقب بکند. سرقب یعنی عقب سر یعنی دنبال کردن. بله شما ایشان قصدش این بود که شما مناظر دور منجیل هستیم. پشت سطح منجیل ها داشتید میدیدیم آب جمع شده بود. خیلی آب هست ولی کم است در مصرف آب. شما یه ذره حالا من میخوام موزیک گوش بدم. چی میگه؟ میخوام موزیک گوش بدم. یا اول بعد من کجام؟ من موزیک گوش بدم. آفرین فرمان نگاه میکنه پنج. بچه چی شد؟ من نمیدونم چجوری با 20 تا سرعت تک چرخ میزنم. دارد ادامه میدهد مسیر ره. اون ماشینه که اون واقع ندارسته بود ازش سبقت بگیره داد دید. میخواد الان سبقت بگیره. مثل اینکه تمام اینجا تصادف شده از پلیس نگه باشه. خانم مرسی آفرین. همین که با این گزارش مرسی ادامه بدی عالی بود. آقا دم شما گرم. چرا؟ خیلی زد دارم. چقدر با حال بردنی؟ میشه یه بار دیگه از اول؟ نه آقا ویاره دیگه نداریم. گل بل بل سنبول ماشین شما جبه. آقا خیلی خوب بود. میتونم اینو ببرم خونمون؟ دیگه خوب بود. زده همه گارده. خیلی کیف دار. گارده همه جمع کرده. من گفتم اون پیچید. من نپیچیدم. آقا اصلا میدیدی این چیزی که ما میدیدیم هم شما اون تو همینه میدیدی؟ من خیلی کیف کردم. میریم سراغ بخش بعدیمون که بچه ها با هم یه ذره دعوا میکنن. اینا هنوز متوجه نیستن که توی یه گروه هست. نه بابا خوب بود. شما هم گروهی هستیم. تشبیه کنیم. شیشم شدم. چندم شدم. هر چی امتیاز جمع کرده بودیم و شما آقا فقط یه چالش رو گذروندی. دو تا چالش دیگه بوده. نگران نباش. بریم من یه مردم نفهم. این منتظره تازه شروع شه بازی. دستگرمی نبودی؟ بریم. خیلی متشکریم. خیلی ممنون. من تصدیق میکنم که منضبط‌ترین رانندگان کشور ما خانوم ها هستن. یاد بگیرن آقایون پشت چراغ قرمز درست وایستن پشت خط و ایشون هم خیلی خوب. من نشستم و نماینده شدم. خواهش میکنم. رانندگیتون خوبه خانوم؟ دیگه میگم 250 امتیاز از 300 امتیاز تقدیم سرکار خانم دهقانی و همینطور آقای درویشان پور. مبارکشون باشه. برن برای خرید. میخوام با همگروهی مرس بزنم. نمیشه آقا بزن ما یه هیئت داوران تصمیم گرفتن دو تا تصادف شما رو به خاطر گزارش من یه تصادف در از آن مرسی به قدر گزارش در خدمتتونم جان. این موقع صبح من گفتم با تو مصاحبه کنم. بگو. خب سوال نمی‌پرسی؟ از کی سوارکاری رو شروع کردی؟ در خصوص سوال اولتون باید بگم که ببینید خب من
با اسب در واقع بزرگ شدم، یعنی رو اسب به دنیا اومدم، با اسب زیست کردم، با هم یونجه یعنی غذا با هم می‌خوردیم، دلتنگیامون همه چی هم با اسب بوده و بزرگ شدم و برام یه ارتباط خاصی با اسب دارم و راحتم. بلدم بلدم. معلومه بلدی. نگاه میرم. صافم صافم. چرا من میگم وا میسه؟ الله به پیر به پیغمبر این کارو نمیشه. این حرفو نزن با من، با بچگی با اسب بزرگ شدم. اینا رد سومشون رو فک منه. اسب نه نجاددار نیست. من هم نجاددار. نجاد فرق میکنه. نه نژاد لاری بعد. آقا مجید، این... آقا رنجبران. رنجبران. خانم جان، یه دور دیگه بزنی من راه میافتم. در خصوص سوال دوم باید بگم که ببینید هر کسی نمیتونه با اسب اینطوری. من سوال پرسیدم الان. بله بله، باید بگم که همینه دارم توضیح. یکم فقط ریتم تو ببر بالا، هم از سرویس هم داره میره، دمت گرم. ارتباط دلی باید برقرار بکنی. من اصلا با خشونت با حیوانات مخالفم. بخوای مثلا بترسونی حیوانو بخواد ارتباط بگیره با تمام این کسایی که توی این سریالا میبینید، مخصوصا سریالای تاریخی، مختار همین بازیگراشون همه رو من آموزش دادم و باید بگم یه ارتباط اینجوری داره. بابا عزیزم یه دور ببین، ما خودمونم خیلی اسبیم ولی تو خیلی اسب تری. نمیری؟ خواهش کنم. چی؟ برو دیگه. ایش ار په. سوال سوم خیلی سوال قشنگی بود. سوال سومتون ببینید، اسب فرق میکنه، نژادهای مختلف. داری کلافم میکنی یا خیلی داری حرف میزنی؟ و من نه اصلا، من اصلا تو عمرم مربی به خودم ندیدم. من در واقع خودم به خودم، یه طبیعت به من یاد داده. میدونی چیه؟ الان من میخوام یک چیز صحنه یک از ایناست. این کارا رو میکنید، پا رو میارید بالا. همون کارا بخوام بکنی اصلا میفهمن چی میگن. دانیال این چجوری میاد رو دو پاش؟ مجی؟ اینجوری بوده. آره آره، نه نه، من مربی خیلی ها بودم. میگم که این فیلم ها که میان میسازن و این حرفا. ببخش من دیگه باید برم، معذرت میخوام. مربیشون بودم و اینا. بابا صدا تو بیار پایین، دو دقیقه کاری نکه. بایی 24 ساعته داری تو اون ساختمون رو جلو فرز میزنید با دو تا اینجا آهنگ زدید. ها؟ بساط داری نیمده دعوا شد با همسایی ها. آقا میسم بارا بابا آقا حیف که در واقعی چهل هم آسانسورمون خرابه. یه لحظه آروم باشین. یه دقیقه واسه یه خبر خوش دارم آقا میسم. یه لحظه آروم باشین، نفس بکشین. قاطی کرده شما خیلی بخش یه چالش خیلی جذابی داشتی، این همه امتیاز آره. گرفتی. یه خبر خوشم دارم برای شما محیا جان، شما دو تا خطا داشتی ولی آقا میسن به خاطر اینکه شما یه گزارش جانانه داشتین، داوره ما یه خطا رو ندید میگیرم، 50 امتیازم به امتیاز شما میدم. 250 امتیاز شکر کردم. هر شد برو برو فرشا آشتی کردین الان اصلا الان حالش خوبه؟ ماشی دوست داشتنی؟ آره، اگه حالت خوبه همسایه اون برو ول کن. به نظرم همین انتخاب کنیم. میشه حالا این هم چیز کردم؟ آقا بایده دیگه همش قهوهی شد دیگه. اینم قهوهی من تا صبح بگی چوب هستم پایه. مبارکتون باشه، تشریف بیاریم بریم برای انتخاب پرد. دست شما دردم. خیلی ممنون، خواهش میکنم. خب بریم برای انتخاب پرده. به پرده بتونم من اصلا تو به لحظه اجازه بریم. یک دو و سه. پرده شماره 1، 2 یا 3؟ من میدونم انتخابتون تقریبا چیه. خب اصلا دیگه من به نظرم یه چیزی جز اون نمیشه. همون که خودتون فکر میکنید. بله خط فکری از اول. یک بله. یک. مبارکتون باشه. خودش هم اونها دیگه پارکتر رو گذاشته دیگه اصلا. بله اصلا انتخابتون انقدر درسته آقا. بریم ببینیم چی میشه. چهارده 59 مبلیران. آقا دمتون گرم، من دیدم 206 سکه ها رو میگم. بله بله، به 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 خوشی دستتون. به به گل بود به سبزه نیز آراسته شد. این سکه ماشینا رو که میبینید دوستان قیمتشون هم بالاست، فکر میکنید واسه کیه؟
واسه شماست، واسه شما که تو کمپین تخفیف مبلیران در طول برنامه چیدمان شرکت کردید. حالا اینا رو که بذارید کنار، یعنی بار بندیل چیدمان رو که جمع بکنن، میرین تو قرعه کشی مبلیران و انشالله برنده میشین. اینو بذارید کنار، خود برنامه چیدمانه یه مسابقه داره که شما اگه تو اون مسابقه شرکت بکنید و انشالله برنده بشید، به سه نفر، دقت بکنید هر برنامه، به سه نفر کد تخفیفی 20 میلیون تومانی میدن. برید خرید بکنید، دوباره هم مبلیران حال شو ببرید. یعنی اصلا دیگه نمیدونم چی بگم من خودم. الو گوشی دستتونه؟ آقا اون سرویس خواب و مبلا رو بفرستین دیگه. آره همونه. بله رسیدیم به بخش هیجان انگیزی که من خیلی دوستش دارم. اصلا میام روی این صندلی میشینم دوست دارم برم خیلی خوش بگذره. طفلک ها فکر میکنن قراره برن استراحت کنن، یه ذره خوش بگذرونن، بعد پر انرژی بیان با چالش ها رو بریزن. نمیدونن که الان دقیقا توی یک چالش قرار دارن. امیدوارم که خوب باشه. نگه دارم؟ آره مرسی. مرحله بعدی چیه؟ چقدر چیز؟ مطابق انتظار نیست. اشتباه کردم ببخش. همه چی از یه عروسک ساده شروع شد. چند وقتی دارم کابوسای عجیب میبینم. از بچگیم، از زمانی که دختر بچه بودم، اون موقع ها یادم ساعت 3 هر شب یه صداهایی میشنیدم. انگار یه چیزی سر جاش نبود. اما این چند شبه هر شب کابوسا دارن سراغ میان. از طریق این آیتم من اون خونه رو، کابوسامو براتون شبیه سازی کردم. مجبور شدم شما رو بیارم اینجا تا دلیل کابوسای هر شب من رو پیدا کنید. کاری کنید از این مخمصه که توش گیر افتادم راحت بشم. به مخمصه چیدمان خوش اومد. یا جده سادا، فهمیدی؟ یا خدا این چیزه، این اتاق فراره. ببین من اثر رو قطع و قواره هیکل من حساب نکنم. یا اتاق فراره. خب ایه من اینجاست دیگه. چالش اول، تنظیم زمان بر روی ساعت 3 و دسترسی به کلید کتابخانه و سکه ها برای کشف تکه اول پازل. گفت عروسک بعد چیز کنه، یه چیزایی گفت کابوسه و سیلم صدا با کشوه باشه؟ فوی اگه دستتون اینو که از اینا تصویر بگیر دیگه. وای فکرم درد گرفت. سه هر شب. سه؟ خب بیا رو سه. اینو اسکل نیست اینجا بزن اگه نشه بگم. یه گیک بک اگه بیشتر حساب کردی بیشتر از من یا میتونم مادرم تو خیلی حساب کرد. گفت آقای درویشانپور همگروهید که گفت سکه؟ کلیدم بود؟ کلیدم بود. خب باید چیکار کنی؟ مامان تو میدی تو دیگه. چالش دوم، کشف رمز کمد میز ماشین تحریر با استفاده از سکه ها برای به دست آوردن تکه دوم پازل. آقای درویشانپور اصلا ما نمیکنه. بده من باز کنم. نه اصلا اینو ما نمیکنه. آقا بعد باز. باشو تانگیم یه لحظه میخوایی کلی در برداری؟ برداریم. اما من اصلا حالم خوب نیست، دارم سکته میکنم. بلش کن درباز شد دیگه. خب اینجا چی کار کنیم؟ قضا این درباز شد، این درباز شد. نه نه
خدا لعنتت کنه. داره اشاره بکنه. چشم سکه ها بی اینجا چیه؟ تو بندازین تو، بندازین تو. خب این چه رفت؟ اینو من شکستم یا شکسته بود؟ اون رو انداختم. اینا همه شو بنداز دیگه جهنم. آخه وای بابا بابا نمیاد من رو پشت شیر دورو خونه بارو بیره پشت خدا آی غیه در پیشان پور در رفت راست نمیتونم یه باز شد یه باز شد هر دفعه که اینو بازش کن این نداره دیگه اینو چیه فکر کنم یه تیکه پازله یه تیکه پازله وای یه دقیقه وایسه من قلبم دارم یه تو دهنم اینه ها یه دونه همین باید یه پازله آماده کنیم یه لحظه روح نور نور ترسیدم بابا روح چیه ببین این چوب دست منه میزنم بیا نزدیک بابا این چوب دست منو میزنمش این سنگینه یه چیزی اینجا نوشته چالش سوم به دست آوردن رمز تلویزیون از طریق آینه و قرار دادن جاشمی ها بر روی میز و به دست آوردن تکه سوم پازل و کتابچه راهنما تخت پاک کن یه چیزایی میمونه همشو پاک کن همشو پاک کن بعضیاش نمیره بعضیاش میره آها نه بابا نه پاکه نه هیر منم بابا پاک کن سری دیگه خب همشو پاک کن ببین تی وی اینم پاک کن ال پنج ده بدم میگم پنج ده نمیدونم میترسم میگم بابا ببین این ال این ال نداره آه این پنج اینم ده اینم ال ال که همینه این پنج این ده وای پام وای پام وای اینو ببین ماما این چه بازی اینجا نشسته جون مادر تمام اینجاست نه اینجا یه چیزی نه یه چیز میگه این دوتو گلدونه رو من بیاریم بذاریم اینجا آره بیا همین هست دیگه نه دیگه این هست دیگه بی... جا بره آره یا عبرگاه تو رو خدا تو رو خدا قابوش نگن بیا 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 کتو بیا اینجا در اینجا باز بیا نه اون تو که پازل برده این چیه؟ این یارو خیلی ناکه خیلی تن ناکه این رو تکمیل کن وای نه این سب کنیم یه دیگه نوشتش این اینجوریه سب کنیم این ها یه تیکش میدیم چالش چهارم پیدا کردن تکیه آخر پازل از داخل کابینت ها و تکمیل و جانمایی تکیه پازل ها برای اجازه ورود به طبقه بالا مش مش دار نه من اونو باز کردم ببین اینقدر مغزم جواب نمیده فکر میکنم از توی این همه آدم میاد بیرون آینا بابا اینو انداختی این یارو آبچکون انداختی این کتابه نه ترس بلس صدای تو بود؟ نه من میرم پایی دست نمیرم نه کتا نمیاد کسی هرن اینجا برو نوره دیگه چراغ داره یا خدا چیه؟ لعنتی یه سر جیغ زدی همه هیچی نیست روی صندلی ها بشینید فیلم رو تماشا کنید پشت کسی نه یه تا قبل وای خدا خیلی ترسناکه
تو ببینی چیه من؟ آمان بابا این ترسناکه دیدم دیگه نه یه جلو من اونو از اون نمیگیرم تو برو بگیر من نمیگیرم تو برو بگیر میگیری؟ گیر نزنی آقا من اینجا اونتا سرم میخوره همون بابا خب؟ همون میشه بابا بگو کنی بابا نگفتم گیر نزن من نه دیگه رو فقط تو موازه باش نه ترسونید اینجا دیگه خیلی حداقل توی این بیست صاحب خونه وحشتتون یه وای. کولر میذاشته این نوشته دختر است تو پیچی یا نه تا باس چالش پنجم به دست آوردن شعر و حل معمای مجسمه ها برای باز شدن درب یخچال این میشه شعر شما پنج بابا نکن نگه نه همین به یه چیزی نمیتیم نشستم چشمایم گریان خاطراتت بالاترین دست آورده باشه گرد فریادهایم به عمق یک چاه این شمالمونه تا اینجا فهمیدیم دیگه نشستم فکر میکنم این داره فکر میکنه به شرقی ترین چشم شرقی ترین چشمان عالم و حجمه سکوت خلاف ما آها این الان شرقی ترینه بکن شرقی این سکوت نه دیگه این شمال باشه خب این شرقه اون شرقه به شرق نگاه کنه خب نگاه میکنم به شرق میگه سکوت بابا نه برای چی داری جیغ میزنی وای توی خلاف این ماجراست سکوت هم خلاف این ماجراست نشستم نه در یخچال بود وای اتاق اونور یخچال نیست اونور اتاقه من نمیخواد نوشته دیگه حل شد دیگه اینجا سیده اتاق است آره بگیر رو به اتاق آها این میشه استارت خب استارتت از اون بره خب چند تا خون اون قرمزه رو بعد قرمزه رو بعد من راهنمایی کنم برم اونجا الان روی سفیدن خب برو مشکی برو سفید برو مشکی رو من نمیبینم منو نگاه کن خب یه سفید برو مشکی برو سفید نه دیگه خب اینه قرمزه اینه وای این چه مسخره بازیه بابا من شرمندم به قرآن من خودم این مرحله ها رو گذروندم زده درب خروج این پایین وای داره پا آدمه وای آقای نمشبور هیچی نگو من چالش ششم میهمانان با هم همکاری کرده و با استفاده از کتابچه راهنما معمای اتاق شطرنج را حل کرده و از هم جدا می شود و در ادامه برای پیدا کردن عروسک و راه خروج با هم همکاری کرده و معماهای باقی مانده را حل می کنند. چیشان؟ وای میگه؟ گوش می دیم من یا؟ چی شده؟ میگه به همتیمیت بگو خب بره به کتابخونه روی قاب عکس عددو بخونه حفظ کنه برگرده کتابخونه میدونی کجاست برو من پای گیر افتادم یه تابوت اینجاست خونه رو عدده یکی زدادان یه لحظه صبر کنی گفت کتابخونه عدد که نداره چی؟ 20 19
2019 درش آبون پشترت دیگی؟ مرحله اول دکمه آی ریموت رو به من زدم. خب مرحله دوم تو باید بری طبقه بالا یه قابعش اونجا روشنه. خب روش خود داره حروف رو بخون حروف رو بخون برگرد. وای من نمیتونم برم بالا. حروف ال لیون بیچی نیاد ببین بیتم لیون بخون ال آی او ان سب کن میسم پشت سره بیجان مریم نکنی به اندازه کافی داری میترسونی. آره تو رو خدا وای چیزم نه بب میزنم به خود بخورم میزنم تو سر صورتت برو کنا داغون شدم بابا. چی داغون؟ پریده رو میز میگه داغون شدم دکور رو خراب کردی داداش. مهیا ال چه شکلی بود؟ ال آی او ان میدونم ال چه شکلیه. وای بابا درل تازه کلید بده دیگه میفهم به قرآن مغزم جواب نمیده. وای تو رو خدا زود باش دیگه بابا نکنید به قرآن صدا در نمیاد انقدر بده زدن. میسم سری باز نکنی میان. نه باشه هیچی میبرو مومیاییه. چیه؟ مومیایی؟ آره که باید چی کارش کنیم؟ نمیدونم. اوه عروسکه یه عروسکه عروسکه رو بردار. ها؟ عروسکه رو بردار دیگه که من عروسکه رو میخواب تو کابوسش مگه نبودیم. آها یکی خب. دیدم هست تو بردار. بعد تو رو جون مادرت نیا. یا حالا تو چجوری باید بیای پیش من؟ رو پلم نه یا اینا؟ نه هی من اینجا. نه تویی؟ نه من نیستم. چی داره صدا میده؟ منم امیدوارم که به اونا هم خوش گذشته باشه که میدونم قطعا نگذشته ولی خیلی هم خوب حل کردن. من ترجیح میدم که زودتر برم به استقبالش واقعا. یعنی آی میری یا برم؟ میری؟ در اینجا رو نبندیم. این ایوای پسرم پکرم پسرم پسرم ها؟ اوی من اینو انداختم اونجا عروسکه رو برکرم اون بعد. کجا انداختی؟ اونها برو خدا. چی شو؟ برو بیارش دیگه. مریمه وای مریم خدا لعنتت کنه. خانم ما تو مامانی یعنی تنها دهقانیه که هیچ فداکاری نکرد. چرا برمی خواهد؟ خیلی ترسم خیلی ترسم بچه خیلی بازی بعدی بود. قلبم بابا قلبم داره میزه. تو جیغ میزنی با تو میپری. بذار دستتو بذار تو قلبم کن فقط الهی بگردم عزیزم. بچه ببخشید بشید سلام خیلی ما رو تنسیم شما هست میشه نه این از این که مرچه شما من انقدر به شما خندیدم حلال کنید من که حلال کنید انقدر بهتون خندیدم واقعا داشتم میبردم چقدر مگه شما خنده مرد میشدم دستان رو نگاه کن اصلا نمیتونستم حرف این دستان رو ببین بقیه رو اذیت میکردم اینقدر نمیترسیدم ولی شما رو اصلا بیر دلم نایمد. ببین فقط اونجایی که گودی میسم پشت پریدم رو میز دیدم میزه دارم که چخ 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 نزگو بشکنه و یه جای میسم منو گودش میترسون. لعنتی جیغ علکی که تو اینجا زدی به خدا بکرم آدمه ولی گوی یخجاله بچه من اینجا جیغ میزنه میسم میدارم یه برچی
دستامو خیلی چی بود این پایین؟ چه کسافتی بود این پایین؟ هم گروه مرحله داریم یه استراحت هم بابا برمون کنم مرحله داریم تو هم برمون کنی از این خیلی وحشتناک بود اتاق فرار چطور؟ بچه بفرمایید به جا خودم دارم میترسم از هر کابینت ممکنه هر لحظه یه آدمی چیزی بپره بیرون زودتر انتخاب کنید وگرنه زامبیا میان زامبی که اون خیلی از زامبی آقا میسم پشت سرت خب نه یا کابینت روبرو خطرناک ها گاز برداریم گاز برم اینو این خوشگله ولی امتیازش چنده اصلا هرچی سقف نداره اونجا خوشش اومد آقای درویشان بود به زمان دقت کنید تو خدا اینو برنامه داریم یه گاز یه سینک مایکروویو نه چیز یه دونه فر فرم توسی خیلی خوب اعلام میکنید بلند به من که بچه ها ببرن چیدمان کنن فر بله سینک بله گاز رومیزی مبارکتون باشه تشریف بیارین غرفه بعدی مایکروویو هم نمیخوای بله میدونستم بفهم من عرق خیس ندارم بفهم شما آب می بگیری نمیدید دویمون یه نه. ترسمون نه نه آب می بخوریم بیا بیا بریم بعدی رو بفهم بسیار عالی اینجا دیگه خوراکم تلویزیون که برداریم 50 تا سفید در داری یخچال یخچال 150 گرونه 100 بده ببریم آره آقا میتونیم بر نداریم نه خیلی واجبه ما یخچال اصلیه توزه وسیله های اصلی خودتون امتیاز میگیرین از داورا و بیننده ها نه سفید نه چرا کابینت ها همه رو توسی برداشتیه شما مایکروویو نه فر توسی برداشتی سفید دیگه همش من کلن از توسی خوشم نمیاد آقا شما دیوانه ایم اون پس توسی انتخاب میکنیم آدشون داره توسی آره چون آقا یه چیزی میتونم بگم بفرمی به نظرم ماشین لباسشویی برداریم ظرفشویی سیف کنیم آفرین سیف کنیم امتیازش رو سیف میگم آخه نمیخوایم با دست بشوریم باش مبارکتون باشه آره شد این مبارکتون باشه بله با این و تلویزیون بچه‌ها میارم براتون چیدمان میکنم خیلی دست شما بدم چرا حمله ام حساب بکنید با اون یا نه بله. اون دیگه دست مزد خودمه قرار بعد یه چیزی کاسب شیم رسیدیم به سوالای چالشی این بخش آقای درویشانپور مهیا جون دوست داشتین کدوم قسمت از زندگیتون اون واکن دیگه هر چی میستن داری گرد میبینی زود سوال چالشی میکنی آقا من اینجا واشتادم زانوم درد میگیره شما اونجا نشستی سوال جواب بده دیگه چی میشه به کجای دنیا برمیخوره زندگی ما رو چه موقعه برزورو داری بله حالا جدی آقا بگو کن دیگه بگین دیگه کجای زندگیمون چی بود دوست داشتین کدوم قسمت از زندگیتون آقا میخوام لیستر انتخاب بذار ببینم کجای قسمت از زندگی کدوم قسمت از زندگیتون حذف بشه همش خوب بود بذار بگین همین این بخش میزه گرد اینجاش داورای عزیز حواستون به امتیازا ما انتخاب کنیم دارم میزبان اذیت میکنم این جان جان من خودم صد تای فرهادم جان جان همه ی قلبم رو بنام چالش ها خیلی زیاد بود به نظرم یه ذره بریم سوال های چالشی ازشون بپرسیم موافقی؟ امتیاز داره؟ نه نداره خب جواب نمیم موافق نیست جواب نمیم خب امتیاز کم میکنیم خب نه جواب نمیم امتیاز نداره ولی کم میکنیم که خب جواب نمیم جواب نمیم بپرسیم ما اصلا اومدیم چالش بریم میشه استندآپ کمدی بریم الان؟ بله چرا همه چی برای شما عجیبه استندآپ معلومه پاشم بعد از قاب و اینه خارج من استندآپ دیگه یعنی سیتن کمدی برین اصلا اسلیپ کمدی برین فقط برین مثل این میمونه مثلا شما من فوتبالیستم دروازه‌بانم دعوتم که اینجا بگی یه دوتا شوت میزنیم بگیر کراش آدم مشهور کیه یا کی بود؟ آقای جنیده بیاد خواستگاری قبول میکنی؟ خواستگاری که سنش یکم بالاست ولی من خواهم ادامه تحصیل بدم قبلن میومد شاید میگه میخواهم ادامه تحصیل بدم شما دو سال پیش اینو سوالو میپرسی شاید میتونستم یه بله بگم کراش یه دوز دریایی داره یعنی صبح صبح توتی اینجا نه خود آقای جنیده خوشگی میبینم من که گفتم کاراکترش رو دوست خیلی خب اگه تو این شغل نبودی چه شغل دیگه انتخاب میکردی؟
من خب رشته تحصیلی مهندسی عمرانه. قبلا هم من کار عمران انجام دادم. یه خاطره تعریف کنم، وقت داری؟ بفهم. من کار عمران انجام دادم و ناظر بودم. بله. نظارت تو پروژه عمرانی خیلی کار جدی، خشن. اصلا کار جدی. ناظر کیفی بودم. نظاره می‌کردم، کیف می‌کردم. بعد خیلی باید جدی باشی که ازت حرف بشنون و فلان و اینا. بعد من همزمان سر پروژه بودم و خیلی جدی و همون آن مثلا دیشبش تو تلویزیون کار استندآپ انجام داده بودم و اینا، سر پروژه بودم کارگری اینجور کرده به اون رفیقش من هی من دیدم پچ پچ میکنم، آخر دیگه دل رو زد بودم گفت من دوست خودتی؟ گفتم کی؟ گفت اون خودتی دیگه. گفتم خودم هم میگی چی داری میگی؟ خودم هشت زن بود. بابا اونی که دیشب خودت نیستی خدایی؟ اونی که دیشب گفتم نه من نمیدونم چی داری میگی، بگو ببینم چی داری میگی. بابا دیشب بعد فکر کرد اصلا اشتباه داری میکنه دیگه. بابا دیشب یه نفر تلویزیون نشون داد کپی شما بود داشت جوش تعریف میکرد. به خانومم گفتم واقعا خدا رو ببین یه دونه آدم این دوتا این همه، یه دونه آدم این مهندسی ما با شخصیت با کلاس، یه دونه این اسکول رفته تلویزیون چرت پرت میگه مردم بخنده. بعد من زدم زیر خنده گفتم که خودمم. گفت نه خودت نیستی. گفتم چرا خودمونی که دیشب دیگه اصلا گردن دیده یه چیزی گفته نمیتونه برگرد. حالا اینقدر هم شبیه شما نبود مهندس. گفتم چرا تا خودمم. یه قلم و کاغذ بهت بدن میگن آرامش رو نقاشی کن، خوشبختی رو نقاشی کن، چی میکشی؟ چرا سواله تو اینقدر آسون نرمال من اینقدر چالشی؟ یارید شما با من. فکر کنم سنگ قبر بکشم. دارت شدن. آره من فکر کنم این خیلی آرامش ابدیه، چون اینجا خیلی کوتاهه، اصلا چیزی برام موندن وجود نداره واقعا. شما چی؟ ناامیدی؟ نه 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 با امید زندگی میکنم ولی همش موقت هیچ وقتی. شما چی؟ من بکشم به چیزی در آرامش تعجب میکنین همش دیدی هرچی میگم من دوباره دیگه بپرس میخوام آرامش داشته شم بپرس شما چی میکشت؟ ما رو نهیم اینجا دیگه از هم دیگه بشم چون جمعه هم دیگه هم مجبوره. آره گفتم خوب بزرگترش کن بگیم همین دیگه کوه دشت دریا یه چند کلمه میگم. خب اولین جمله اولین کلمه که به ذهنت میاد و بهمون بگو. ازدواج. ازدواج اصلا فکرم نیمه گم شدم مرده. شاید همسر آیندهشو من باورم نمیشه. هر جای این گوهر خوردم همسر آیندهشو من باورم نمیشه. باید میشه شما بکنیم. نیمه گم شده وقتی من باید بشتگی برو همون جایی که تا الان بودی. دیگه نمیخواد. نگرانش هم. جانی دپه دیگه. میگم نکنه مرده. اگه مرده که هیچ. اگر گروگان این چیز میگرم من سنت سیزم. باید بشت بگی که برو همون جایی که تا الان بودی. تا حالا کجا بودی؟ آیه جانی دپ. شاید بگی برو اون دنیا ایشان. محمد حسین مهدوی. شروع فوق العاده برای من. کارگردانی سخت اصلا نمیخوام سمتش برم. آره. رامبد جوان. آدم با معرفت ولی پرهاشیه دیگه. خیلی ممنون، مرسی که به سوالای ما جواب دادین. 50 تا نمیدین. دم همتون گرم. اجازه بدین منم دوربینم صحبت کنم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اگر ما محیا آقای درویشانپور اینجا این برای اینکه بتونیم لحظه لبخند به لب شما بیاریم. دمتون گرم، مرسی ما رو تماشا میکنیم. این بخش بعد چالش موسیقی. توی این چالش 500 امتیازی یکی از مهمونه برنامه باید نام خوانندگی آهنگی که به انتخاب خودشون از جبهه این بخش بیرون میاد رو حذف کنیم و مهمون دیگه اون ترانه رو با همراهی بند موسیقی برنامه به صورت زنده اجرا کنیم. بله رسیدیم به آخرین چالش این قسمت چیدمانه. میدونین چیه؟ بله خوراک خودم خوانندگی بی نظیر. فقط نمیدونم چی باید بخونم الان. بریم جعبه رو انتخاب کنیم. من میتونم ببینم یعنی جعبه ها رو؟ اجازه میدیم ما جعبه رو انتخاب کنیم؟ اجازه میدیم من سوالمو بپرسم؟ میکروفون ازش بگیرید. من ببینم اون جعبه ها رو؟ آقا بله میبینین چشم داریم. شاید من احساس کنم مثلا من نباید ببینم، خودتون انتخاب کنید بدید من بخونم. شما نگاه خیال دار بفرمایید. جعبه شماره 1، 2 یا 3؟ خب
به نظرم اونی که من حفظم رو انتخاب کنم. آقا ببین، به نظرم چون باید اول شیم، به نظرم یک. ببینیم چیه. هیچ اصلا از منم سوال نیم. ترش رو. میدونین خواننده این ترانه کیه؟ میگم هم یه لحظه. اصلا من نیمرو رو میدونستم. آقای علی زند وکیلی. آفرین. یس. صد امتیاز بردن. yes. آقای زند وکیلی. ببی. این آهنگ متعلق به گروه دارکوبه. دمشون گرم. شما متن این ترانه رو حفظین؟ اگه اولشو بگی تا تش میخونم. نه آقا نمیشه. آقای درویشان. ببینید چقدر قشنگ حد زد. پت بازی در نیاد. یک دو سه سری بگی. گفتم دیگه. اولشو بگی. نه نمیشه، سری بگی. ببین میشه. آها آره حفظی تا آخر باید بخونم. بله. نه حفظ. صد امتیاز از دست دادی. نکنی ها. آره سی سد کنی با اکی تلاش کنی. نمیشه نمیشه. نخونی. نه من از بچه ها خواهش میکنم بزن رو با. بری بیرو. آن شادم همه قصده بدم. ز شاخه میچیدی میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی روز اول که میخندیدی دلم ز شاخه میچیدی میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی دلم رنجونه رفیقم یارم شدم حیرونت انقدر نیازارم دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت انقدر نیازارم آه هستا بالا به به چه ترانه ای رو داره ولی خیلی سخت انرژی خوبی داره ولی امروز دلت زمینه پای حرف ما نمیشینه دل سنگ ترش روی تو پرپر دلم نمیبینه هوا سنپرته چشات یارم زلال چشمان کرده گرفتارم بله سنپرته چشات یارم زلال چشمان کرده گرفتارم چراغ شوم تارم نیومد دلم خوش به بهار پیش رو بود بهارم رفت و یارم نیومد قطار عشقم عشق میباره دل داغونم داغم نداره به من این خبری یارم جونی چشم بذاره دلم رنجوره رفیقم یارم بارک الله حیرونت اینقدر نیازارم آیا عاشقی کلی امتیازار گرم دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت اینقدر نیازارم آفرین 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 قربون شما عالی بود آره اگه شعر نبود قطعا نمیتونستم بخونم ببین حق داشت 100 تا میارزی داره 100 تا دادیم ولی خوب اجرا کرد من از خدامه ولی دست من اسمو داور داریم 100 تومن بده بریم آهنگ دیگه بلدیم بخونیم اتاق فرار رو حذف کنید یا آهنگ دیگه بخون بلدیم بخونین آهنگ شاد چی بلدیم از این شاد تا آره یه چیز شاد تا داورامون امتیاز میدن آقای
درویشانپور با بندمون هماهنگ کنن ببینن چی میخوان انتخاب کنن. انتخاب کنن یا آهنگم همینجوری میخوان بخونن دیوی. دمشون گرم. میخوان حال خوب انتخاب بدن. دم شما هم گرم که ما رو تماشا میکنید. عاشق. خب میثم درویشانپور بهتر بود که خواننده خوب شد نشد. ولی 400 امتیاز داورا بهشون دادن. مبارکشون باشه. برن برای یه خرید ببینیم چه میکنن. مبارکشون باشه. مبارکشون. برن دیگه بپاش کن. این شما و این کنسرت میثم درویشانپور از گروه متوپد. بفرمایید. کاری از متوپد. سلی دستا. ها. ماشاءالله. شدم و پیدا شد عشق تو دل مستم یک دل که نصد من به تو دل بستم عاشقت از پا شما تو شدی لیلی این خونه جان جان به تو دل ستای مجنونه جان جان سادی و هنگونه جان جان شد شیرین به تو دل دادم جان جان من خودم صدای فرهادم جان جان همه ی قلبم رو بنهادم تمام شد. یه بار دیگه تمام شد. این اون صد امتیاز شعر اینجا نمیده به هم. دمتون گرم که به ما یعنی نه؟ دادین. نه. آقا. خیلی به ما خوش گذشت. حیفه. دمتون گرم. به خودتون یه دست بزنید. اصلا بدون هماهنگی اینقدر درجه بدون هماهنگی من با بنده اینقدر درجه هستی. خیلی خفنی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی بچه‌ها. قابل نداشت. اجازه بدید من برم پایین. چی شد؟ نارا چی شد؟ کنسرت تموم شد. بله تشریف بیارید. مرسی. بفهم. تشریف بفهم. رسیدیم به بخشی که شرکت کننده های ما باید از قطبها خرید کنن. بفرمایید. خب انتخاب کنم. زمان رو از دست ندین. سریع انتخاب کنید. خب باشه. بله. آقا ورق میزنی. خب ببینی. خونش بره. نمیدونم دیگه با هر کدوم شما میگه. من اینجا کلاسیکه. یعنی یه نقشی میخوام که یه ذره مدرن باشه. مدرن باشه. باید انتخاب کنید از بین این آیتم هایی که وجود داره. جان. این رنگیش. این هم هست. این خوبه نه؟ اینو میتونیم استفاده کنیم. بله چراش نه؟ مبارکتون باشه. این؟ آره این بله. بله قطعا. بله شما انتخاب کردین بچه ها براتون جانمایی میکنم به اصطلاح در منزل. دست شما دارم. بفرمایید با فیبت. اینا رو نمیشه با. جان؟ اینا رو نمیشه با. چی؟ اینا. بروشی نیست؟ برو. اینجا رو من دوست دارم. یه توضیح بهتون بدم. شما 300 امتیاز حق خرید دارین. به این دلیل که امتیاز خیلی بالایی کسب کردیم برو هر کس اون بلخرجی کن آقا. نه قطعا اصلا حالش رو بخواهم بریز و بپاش کنیم. ببین واحده کانتر داره بله. درسته بله. یعنی جلوی آشپزخونش کانتر داره بله. جزیره داره دیگه بله. پس قطعا به نظر من صندلی کانتر چون اینا دو تا نه دیگه فقط صابخونه اینجوری باید باشه نگه شما چند تا چهار تا میخواهم بله خیر. چهار تا این که هیچ. خب این چهار تا. چهارم خوشگل. ببین الان این قرمز داره خب. مبسه. بذار وایسا. این که تو سیل که بلش کن. اینم که خیلی دیگه. نه دیگه. عروس دوری. ببین این به نظر من جذاب تره. موافقم. درسته؟ بله. بچه شما فقط بذار چند این سیف هم نگه دارید. چون بر اساس امتیاز سیف میتونید جایزه ببرید. میخواید سیف نگه دارید یا همه رو خواهد میکنید؟ نه بابا میخواید بچینیم که تو واحد خوشگل بشم هر دام رأی بدن به همون چیدمانمون رو. استراتژی دارن. یعنی که چیدمان خوبی داشته باشن مردم امتیاز بیشتری بشن. مثل لبزون اون چوسی رو اصلا فراموش کن. آها این خوبه. بچه سریع کرد به زمان باشه. اینو برمیداریم. آقا این تکیه رو هم برداریم.
چشت افتاده بود. نه ببین به خاطر که این قرمز داره دیگه. اون دیوارن هم که اون ور شما آبی نیست فرشام که قرمز همش قرمز اونم تخت. خیلی خوب انتخاب کردیم. بله وایس چند من اعلام میفرمایی لطفا 100 تا 150 تا 250 تا 300 تا اون اینم 50 تا این چه؟ 50 خوب حساب کن 350 تا کم آورده. نه نه از اون اونم میخوای اونم رو اون دیواره میخوایم بذاریم اینو اینم با من زمیشه. خیلی مبارکتون باشه. ببین این بچه‌ها براتون چیده ما میکنن شما تشریف ببرین غرفه بعدی. خب قشنگن به نظرم همشون. خب همه رو بس کنیم همه رو ریز بذاریم کنار هم. یعنی درست بازم قهوه‌ای؟ نه دیگه دیگه آره قهوه‌ای که آره به نظرم میگه قهوه‌ای انتخاب کن. نه مشکی هم نه ولی یه قهوه‌ای نیست مسی رنگ این چهار یعنی این دو رنگ اینو فراموش کن کلاً دوست تمام رنگمون میشه برنجی چی رزگلد رزگلد انتخاب کردین یا یه هر کدوم شما بگید این آب سرد چیز آب تصفیه هم داره شیر آب خیلی خب مبارکتون باشه خوبه حساب میکنید 100 تومن ها؟ یه ما همچین آدم هایی هستیم رعوف مهربون بریم بخش بریم چهارده پنجانه مبلیران آقا دمتون گرم من دیدم 206 سکه ها میگم بله بله به 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 خوشی دستتون به به گل بود به سبزه نیز آراسته شد این سکه و ماشینا رو که میبینید دوستان قیمتش هم بالاست فکر میکنید واسه کیه؟ واسه شماست واسه شما که تو کمپین تخفیف مبلیران در طول برنامه چیدمان شرکت کردید حالا اینا رو که بذارید کنار یعنی بار بندیل چیدمان رو که جمع بکنن میرین تو قرعه کشی مبلیران و انشالله برنده میشید اینو بذارید کنار خود برنامه چیدمانه یه مسابقه داره که شما اگه تو اون مسابقه شرکت بکنید و انشالله برنده بشید به 3 نفر دقت بکنید هر برنامه به 3 نفر کد تخفیفی 20 میلیون تومانی میدن برید خرید بکنید دوباره هم مبلیران حال شو ببرید یعنی اصلا دیگه نمیدونم چی بگم من خودم الو گوشی دستتونه آقا اون سرویس خواب و مبلا رو بفرستین دیگه آره همونه خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو تماشا کردیم به ما که خیلی خوش گذشته امیدوارم که به شما هم خوش گذشته باشه این همه چالش برای این اجرا شد که به این بخش برسیم امیدوارم خونه چیدمان شده مت و پت و دوست داشته باشین بچه ها امیدوارم که بر اساس معیارهایی که توی ذهنتونه خونه چیدمان شده باشه و اینکه مورد پسندتون واقع بشه قطعا به نظرم که خیلی خوب شده نه؟ نه این که نیستش یادش نیست چه انتخاب کرد خیلی خوب آماده این بریم خونه رو ببینیم با هم دیگه بله ببینیم راضی؟ آره بابا اگر مایلید میتونید جای وسیله ها رو جا به جا کنید نه یعنی اگه فکر میکنید چیزی احتیاج به جا به جایی داره کاملا آزادی آره این واحد چون کانتر داشت ما اینا رو گرفتیم دیگه میز نهارخوری نیاز نداشت مثل اون واحد هوشمندانه هم ولی آره هم از نظر ترکیب قهوه‌ای و اینم با مزه شد منتها این دو کار است دیگه یعنی مهمون میاد اینجوری بشین من آره مهمون میاد میتونید اینجوری بزنید رو به مهمون بشینید و مهمون رفت خودتون بودید اینا دی من بهتر باشه استراحت کنید آره دیگه اینجوری رو به تلویزیون آه لش میکنید تلویزیون بله دیگه توضیح منطقی بود به نظر میخوام بریم اتاق خوابم ببینم اینم جاش بامزه اینم خوبه چون ما اکسسوار نداریم اینم دو تا شمدون میتونه بیاد روش با یه تاب آره شمدون اصلا. اتاق فرار رو با هم میآوردیم تو خود اسمش نه اون ما اسمش نبره قشنگ اون اتاق خوابم شما امیدوارم اون زوجی که قراره بیان تو این خونه زندگی بکنن از چیدمان این خونه لذت ببرن و این چه دیگه اصلا خوراک فوتبال نگاه کردن و فیلم سینمایی و ایناست تخمه خوردن خوب شد؟ خب اینم به نظرم ستش خوب شد بله من یه پنجره نگاه میبینیم آقای هنوز اینجاست آقا اون رفت بلش کن سب کن من آقای درویش شامپور دوباره نریم در هم ساده داری کن آقا بفهم طبقه 70 به بالا است اینجا اینم قشنگ شد دست شما درد نکن خیلی متشکرم بفهم خب
بچه ها خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. مرسی که انرژی گذاشتین. دمتون گرم. کنارتون به من خیلی خوش گذشت. به ما اگر خیلی حرفی خوش دارین برای بیننده ها لطف کنید که باشون صحبت کنید و ازشون بخواید که بهتون امتیاز بدن. از شما مردم خوب میخوام که دعوت کنم به ما امتیاز بدین. امتیاز بالا بدین. ما تمام تلاشمون رو کردیم که یه چیدمانی داشته باشیم که شما بتونین به ما یک امتیاز خوبی بدین. من اول میخوام یه آرزو بکنم. امیدوارم که واقعا خرید مایحتاج زندگی اهم از همین لوازم منزل، نمیدونم تلویزیون، یخچال، اینا مبلمان برای جوانها و زوجهایی که میخوان توی خونشون چیدمان بکنن به همین راحتی باشه. آمین. امیدوارم که دوست داشته باشین این چیدمان رو و رأی بدید سجادتون. خیلی ممنون، دمتون گرم که پذیرفتین در این مسابقه شرکت کردین. واقعا خیلی انرژی گذاشتین. ممنونم ازتون. من از شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار از شما. شما از همین الان تا 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید چیدمانه میتونید طبق سلیقه خودتون به شرکت کننده های این قسمت امتیاز بدید. فقط هم به صورت عددی از 100 تا 1000. بعد چی میشه؟ بعدش وارد قرعه کشی 3 بن تخفیف 20 میلیونی خرید مبلمان از مبلیران میشی. پس همین الان به سامانه پیامکی 90989 پیام بدید و وارد قرعه کشی های جذاب چیدمانه بشی. شاید برنده شما باشیم. خب بریم سراغ بخش نتیجه گیری نهایی در جهت تلاش های وافر این دو هنرمند عزیز، خانم دهقانی و آقای درویشان پور، ببینیم که چه امتیازی میدن. چون آقای صمد سلیمان زاده از همه بزرگتر هستن، از خانم شریفی شروع میکنیم. خانم شریفی نظرشون چیه راجع به چیزا؟ راستش آقای هاشمی، دو تا نکته مهم توی این چیدمان به چشم میخورد که باید بهش اشاره بکنم. یکی این بودش که یکی از دیوارها رو یک کاغذ دیواری تم سبزابی انتخاب کرده بودن که جواب این رنگ رو در هیچ جای دیگه خونه نداده بودن. این نکته بسیار مهمیه. و نکته بعدیش این بودش که خب توی این چیدمان اومده بودن میز ناهارخور رو حذف کردن، حالا دلایلش کاری ندارم. صندلی های اوپنشون سبک و رنگش هیچ سنخیتی با سبک و رنگ کابینت هاشون نداشت. یعنی کابینت های فوق العاده مدرن، رنگ های سرد. نه امتیاز رو که حالا سعی میکنیم ایشالا هواشون رو داشته باشیم، اما برجت نکته ای که میتونم تو این چیدمان بهش اشاره بکنم که مفید باشه این هستش که سبک صندلی های اوپن که تا این حد نزدیک به کابینت ها هستن باید با سبک کابینت های آشپزخونه یکی باشه. شما نمیتونین یک کابینت مدرن با رنگ‌های سرد رو بیاین با یک سری صندلی اوپن که حالا یه تاچ ابزار کلاسیک دارن و با رنگ‌های گرم ست بکنید. این تضاد دلنشینی در نمیاد به طور کلی. این نکته‌هایی بود که باید داره اومد. بله بله، یک اصلی داره. ببینید زیبایی یک سری اصول داره، نه اینی که کسی بدونه و دانسته اون اصول رو رعایت بکنه. وارد یک فضایی میشیم، اون فضا به نظرمون زیبا میاد. این یک غریحه انسانیه، اما چه چیزی به چشم ما زیبا میاد؟ چیزی که هماهنگ باشه. خیلی متشکرم. چون آقای سلیمان زاده بزرگترن، اجازه بدید کوچکتر. تو سختگیرن همیشه موقع. البته با اجازه آقای سلیمان زاده. جناب هاشمی اگه دقت کنی، البته از نظر من بایدی وجود نداره. من مخالف خانم شریفی هستن، خانم مهندس هستن. عجب. چون مردم خب باب سلیقه خودشون خیلی قید و بند اصول معماری نیستن، خب، و این اصول معماری رو رعایت نمی کنن. دوست دارن با سلیقه شخصی خودشون خونهشون رو بچینن. البته این دوستان اینجا رو خیلی شلوغ کردن، چون امتیاز بالا دادیم ما، بریز به پاش کردن دیگه تا تونستن خرید کردن. خب
و خیلی شلوغش کردن. یه نکته دیگه هم که داره همچین رنگ بالا هم ندادین بیشتر با امتیازه من البته جا مهندستم بله. بعد رنگ پارکت رو اگه دقت کنین رنگ تیره انتخاب کردن. این انتخاب رنگ های تیره تو یه واحد به این کوچیکی باعث میشه که این واحد کوچیکتر از اندازه واقعیش حتی نشون داده بشه و این اشتباست. بعد تلاش کنن ما پارکت سفید هم داریم، فقط پارکت رنگ های قهوه تیره رنگ چوب نیست، الان دیگه پارکت های مختلف متنوع. خرید خیلی توجه نکردن منظورتونه؟ البته با توجه به محدودیت هایی که هستش خب شاید هم اینم خیلی متشکرم چون شما بزرگتر از همه هستید آخر همه بود. البته آقای هاشمی اگه با اجازه آقای مهندس سلیمان زاده به خاطر اینکه فرمایش شده مهندس خدابخش رو من تکمیل بکنم، تکمیل بکنی یا رد کنی؟ یه جورایی رد بکنم به خاطر اینکه ببینید ایشون میفرمایند که اصولی وجود نداره، مردم هر آنچه که دوست دارن. ببینید هدف ما شما اینو گفتی؟ نه من اینو نگفتم. که اصولی خیلی به این اصول معماری توجه نمی‌کنم. معلومه ولی خب کارشون معماری طبیعیه. ولی ما هدفمون در این برنامه بلخص چون تمام ایران این برنامه رو می‌بینن، اینو فرهنگ سازی هم هست به نوعی، یعنی آگاهی دادن به دوستان هستش که چه چیزی زیباست، چه چیزی اصولیه، چه چیزی چشم نوازه. و نکته‌ای که راجع به انتخاب کفپوش باید دوستان مد نظر داشته باشن به غیر از رنگ که به درستی ما از خدابخش اشاره کردن که کف تیره خونه رو کوچیک می‌کنه، بحث بافتش هم هست آی هاشمی. ببینید فرش ایرانی به طور کلی فرش یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ ماست، از زندگی مردم ایرانه. خب فرش اصولا یک نقش و نگاری داره، حتی فرشای مدرن هم بر جهت یک پترن و نقش و نگاری دارن. بنابراین هرچه کف خونه های ما ساده تر و با خطوط کمتر انتخاب بشه در تضاد کمتری با اون فرشا قرار میگیره و یه ذره محیط رو از اون شلوغیش کم میکنه. شما قبول دارین؟ خب البته کامنت ها بگن دیگه. البته من یه مورد بگم خانم مهندس در راستای فرمایش شما که راجب این فرش راستا یا رد؟ نه راستا. خب نه میخوام اینو عرض کنم که خب همه فکر نکنن که فرش یعنی فرش دستباف. بله. میتونه ماشینی هم باشه. بله. چون ممکنه همونجور شما هم اشاره کردید خب در همه جای استان در همه جای کشور دارن این برنامه رو نگاه میکنن و ممکنه خیلی ها قادر به خرید فرش دستباف نباشن. پس بنابراین فرش ماشینی خیلی شکیل خیلی دکوراتیو میزنن. بله. و خیلی هم خوب میزنن. ولی برای من خیلی جالبه که بس مسئله خیلی مهمی توجه نشود، اونم این بود که میز ناهارخوری. اصلا ما بایستی که حتما تو خونه میز ناهارخوری داشته باشیم، چه برای صبحونه خوری چه برای ناهارخوری. مهندس با توجه به اینکه الان خونه ها انقدر کوچیک شده، من خیلی جاها میبینم ناچار به حذف و ناچار به انتخابن، یا باید آیلند آشپزخونه رو انتخاب بکنن یا میز ناهار. سفره یک بار مصرف رو زمین بهترین گزینه. بهترین گزینه. پول خرج نکنید بابا. شندر خواست امتیاز دادن این بنده خدا چیجوری میده. حالا این میگه واقعا شما میگی خیلی ریخت و پاش کردن. نه خب عوضش رفتن برای کانترشون خب صندلی خریدن به جای اینکه اون صندلی رو بخرن. همون بسه دیگه اونجا. نه خیلی بالاخره شما دوتا مهمونم خواهیم داشت، شلا 4 5 نفر 6 نفر باشین اون کانتر جواب نخواهد. حالا شاید مهمون نمیخوان دعوت کنن. اتفاقا هنرمندا خیلی متشکرم. تا بخواد مهمون دارم. جمع بندی بکنیم آقای مهندس اگه مطلبی دارین. نه همینه من می‌خواستم بگم چون ببینید در واقع فقط در رابطه با چون چیدمان است، یکی بحث میز ناهارخوریه، یکی یه مبل شزلون گذاشته بودن که اصلا درست برعکس تلویزیون بود، یعنی اصلا جاش اصلا درست نبود، یا در کنار تخت خواب اون میز پاتختی رو که باید در کنارش میذاشتن در یه فضای کاملا پرت گذاشته بودن. میشم همه رو اشتباه گذاشتید خانم دهقانی. بذاریم ببینیم امتیازشون چیجوریه. یه خورده با خواهش میکنم حالا یه کمی هوای رفیق ما رو داشته باشید. خانم بفرمایید شما امتیازتون. من امتیاز 400 رو بهشون 400. خب باز خوبه. بله بله. یه جوری گفتی من فکر کنم میگی 50. نه خب به خاطری که خب بد نبود به حساب مجموع. بله ایمان البته موضوع برنامه سرگرمیه ولی ما به کمک خانم مهندس داریم تلاش میکنیم که بتونیم کمک کنیم که حالا
دیزاینشون بهتر بشه و انشالله لذت بیشتری ببرن. بله. امتیاز 450. آقا دم شما گرم، خدا ان شاء الله خیر بده. خدا عوض آخرت بده. بفرمایید. من فکر کنم من خودم الان میگم 250. نه آقا اینقدرم بد نه. من 350 عرض. خب 300 باز خوبه بد نی. خب خیلی رنده مجموع امتیازات خانم دهقانی و جناب آقای درویشانپور 400 امتیاز. امیدوارم که بتونن وارد رقابت‌های آتی و نهایی بشن. آرزوی موفقیت. خیلی مخلصم. موفق باشین. رسیدیم به آخرین بخش برنامه چیدمانه. خانم دهقانی عزیز، میثم عزیز، خیلی خوش اومدین. خسته نباشید. دست شما درد نکنه که ما رو دعوت کردید. مرسی که انرژی گذاشتین. چطور گذاشت برنامه؟ خوش گذاشت. به من که خیلی خوش گذاشت. به منم خیلی خوش گذاشت. چیز جدید بود واقعا. گروه خیلی خوبیم بودیم به نظرم. نظر خودتون چیه؟ من همین الان بیرون به ایشون گفتم. بودم خدا منو همیشه دوست داره، اتفاقای خوب میفته. اینکه توی قرعه کشی با خانم دهقانی افتادم جز این اتفاقات خوب بود. پرچممون بالاست. اونجا خیلی اتفاق داشتیم. جدی؟ آیتم مخمسه. آخ آخ آخ. اتاق فراره. خیلی ترسیدی. ما شما رو فرستادیم. خیلی نترسیدیم. نترسیدیم؟ خیلی نه. ما شما رو فرستادیم مراقب خانم دهقانی باشی. اشتباه کردید دیگه. اشتباه کردید. همه همین هم. گوله هیکل هم میخورن. خانم دهقانی شما یه کوچولو برامون میگین چه حسی داشتین لحظه؟ علکی جیغ میزد فقط. بابا خدا علکی جیغ نمیزدم. بابا میگو هیچ کس نیومده بود. هیچی نیومده بود. تو جیغ میزدی. ببین میگم واقعا وقتی فوبیای تاریکی و اون چیزا رو داشتم همه خب اتفاقاتی ترس... که دوست نداشتم. من واقعا تو همچین شرایطی تا حالا نبودم و اولین بارم بود. من فقط جیغ میزدم. خسته شدین وسط زر؟ من توی اتاق فرار؟ نه کلن در حین برنامه. نه. خسته نشدم. نه. وسط ضبط برنامه خوابیدی. خوابیدم. یه سر اینجوری گذاشتم دراز کشیدم بعد بلند شدیم اومدم ادامه ضبط. نخوابیدم. نه حواسم شش نمیدونم. الان ساعت آتیش خوابیده. سه و چهل و دو ساعت یک آفیش بیه. همه هم فول انرژی. نگاه کن تختش راحت. عکس گرفتن ولی خیلی دوست دارید خانم؟ آره خیلی. آره بابا نه اینم ببینید. آیتم خوانندگی خیلی حال دار. خیلی خوب بود. ول نمی‌کردم میکروفون. آره دیگه صادقانه بعد اوفشو می‌ذاری به جای آفش دیگه ول نمی‌کنه. آره گرفته بود صدام. الان حس می‌کنم اگه دوباره بریم اون آیتمو بگیریم بهتر میشه. بهتر میشه. من میگم دکمه آفشو بزنیم این میاد پایین. شما میرین دکمه آفشو بزنید. بله من کارم ندارم. چون کار داره آف میشه دیگه به نظر. بفرمایید. خیلی ممنون. از امتیازاتی که داورا بهتون دادن راضی بودین؟ بله خیلی ممنون. خدا حفظشون کنه. خدا ان شاء الله که مردم هم به همین دقیقاً خوبی امتیاز بدن. ان شاء الله. ما جزء منتخبین باشیم. به انتهای این بخش رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشین. شب و روزگارتون زیبا و چیدمان زندگیتون همیشه مرتب و قشنگ باشه. هم ما هم به همچنین ما هم همینطور. مادر بزرگم میگفت هر دلی یه درد داره. در دل تو باز کن به روی لبخندها. می گفت این درها یک کلید بیشتر نداره.
حالا این کلیدا پخش شده بین همه ی آدم ها. بگرد ببین کلید دل کی دست توه؟ کلید دل دست کیه؟ سامانه 90989 منتظر پیامک های امتیازدهی شما و حدسای درست شما راجع به شرکت کننده های برنامه چیدمان است. خیلی ممنون که ما رو تماشا کردیم. بهترین ها چیدمانه زندگیتون. میزنم ای به در و دا